سلام و درود فراوان دارم خدمت همه هموطنان عزیزم. خیلی خوشحالم از اینکه این موقعیت رو مجدد به دست آوردم تا در قالب یکی دیگر از برنامه های اینفوگرام از کانال بهرادکیان در خدمت شما عزیزان باشم. قبل از اینکه بخوام برنامه امروز رو شروع بکنم، باید یک تقدیر و تشکر از همه عزیزانی داشته باشم که دو برنامه گذشته من رو مورد حمایت خودشون قرار دادن. کامنت های بسیار زیادی دریافت کردم، نگاه مثبت شما عزیزان بنده رو واقعا شرمنده کرد، هم از نقد های مثبتتون هم از انتقاداتی که به هر حال واجد به هر حال بخش هایی بود که به نظر من، به دیدگاه من، شما اعتراضاتی یا انتقاداتی داشتید رو حتما میخونم، سعی میکنم که در فرصت مناسب پاسخ هم بهشون بدم. ولی همین که شما این فرصت رو گذاشتید، وقت رو گذاشتید و برنامه های من رو دیدین، باعث مباهات و افتخار من هستش. خیلی عذرخواهی میکنم. اما امروز میخوام راجع به چند سرفصل با تو صحبت بکنم. در ابتدا میپردازیم به برنامه دو روز قبل یکی از شبکه‌های تلویزیون ایران که خانم المیرا شریفی مقدم از گویندگان سابق شبکه خبر که جدیداً ظاهراً قصدشون این هست که در قالب یک مجری برنامه صبحگاهی و کمی دورتر از فضای گویندگی فعالیت حرفه‌ایشون رو دنبال بکنن حضور داشتن و در بخشی که داشتن اخبار روز رو رصد میکردن و رسانه‌هایی که به هر حال منتشر کرده بودن اخبار و اتفاقاتی که در 24 ساعت گذشته رخ داده بود، اشاره داشتن به اینکه همکارانشون در روزنامه هم‌میهن هیچ خبری مبنی بر سال روز در گذشت آقای قاسم سلیمانی رو منتشر نکردن. خب این واکنشی که خانم المیرا شریفی مقدم داشت با موضع‌گیری های مختلفی مواجه شد. بسیاری از افرادی که در حوزه رسانه کار میکردن ایشون رو مورد نقد قرار دادن، حتی بچه های روزنامه هم‌میهن و فکر میکنم سردبیر این مجموعه آمد و گفتش که خانم شریفی مقدم شما همکار ما نیستید. البته به نظر من بسیار پاسخ هوشمندانه ای داد، چون ایشون به درستی گفتن که خانم شریفی مقدم همکارشون نیست. اصولا فضای رسانه و خبر یک بنگاه سیاسی تبلیغاتی نیست، یک به قول معروف بنگاهی برای جنگ روانی یا عملیات روانی در جهت تهییج مخاطب یا به نوعی تخریب افراد، شخصیت ها، گروه ها یا نهاد ها نیست. یک رسانه که سالم و درست داره کارش رو انجام میده باید اخبار روز رو متناسب با ارزش های خبری مورد توجه اون جامعه و البته عناصر خبری منتشر بکنه، بازتاب بده و البته در قالب نشریات مکتوبی مثل روزنامه ها ما انتظار این رو داریم که تحلیل هایی هم در کنار نشر اخبار باشه در ارتباط با آنچه که در روز و در لحظه داره اتفاق میفته. اما خانم شریفی مقدم نمیدونم چرا یا بهشون توصیه شده بود که این نکته رو بگن، که به اعتقاد من توصیه از پشت صحنه صورت گرفته بود، که ایشون گفت من کل روزنامه رو صفحاتش رو گشتم و هیچ خبری مبنی بر سومین سالگرد در گذشته آقای قاسم سلیمانی ندیدم. ببخشید، مگه شما وظیفتون اینه که روزنامه ها رو بگردید ببینید چه خبری هست یا چه خبری نیست؟ شما روزنامه رو مطالعه میکنید، آنچه که در اون روزنامه مطرح شده رو میایید حالا در قالب یک پست، یک بسته گزارشی روز ارائه میکنید به مخاطبینتون. مگر اینکه شما از قبل با یک هدف گذاری روزنامه ها یا مطبوعات رو رصد بکنید با اشراف به این موضوع که آیا اون روزنامه به سوژه مورد نظر من پرداخته است یا خیر، و بعد از اینم که میبینید نپرداخته میایید اون رو عنوان میکنید. در هر صورت وظیفه و کارکرد یک روزنامه و اصولا کارکرد رسانه ها با بنگاه‌های تبلیغات سیاسی، با نظامی که برخواسته از یک پروپاگاندای سیاسی است، متفاوته. قطع به یقین شما اشراف دارین در حوزه کار خبر و کار گزارشگری. ما باید مبتنی بر ارزش‌های خبری، مبتنی بر عناصر خبری که حتما عزیزانی که متخصص و مسلط بر حوزه خبررسانی هستن میدونن یکی از
قیودی که در عناصر خبری وجود داره بحث زمان هست، یعنی نزدیکی وقوع یک اتفاق به لحاظ زمانی، به لحاظ مکانی، چرایی و چگونگی رخ داد و و حالا یک چند مورد دیگر هست که نمیخوام اینجا راجبش صحبت بکنم. بنابراین اتفاقی که 3 سال پیش رخ داده چرا باید یک روزنامه نگار امروز راجبش صحبت بکنه؟ بله ممکنه یک بنگاه سیاسی، یک بنگاه تبلیغاتی بیاد و در راستای فعالیت‌های فرهنگی سیاسی اجتماعی خودش، در راستای فعالیت‌های امنیتی خودش به اون اتفاقی که در 3 سال گذشته رخ داده بپردازه و حالا تحلیل‌هایی رو در ارتباط با اون موضوع بره، گزارش‌ها، مقالات و یادداشت‌هایی رو منتشر بکنه که خب این یک امر عادی و طبیعی است. مگر مثلا ما هر سال میایم وقایعی که در سال 1357 رخ داده رو در قالب اخبار در روزنامه منتشر میکنیم؟ خب اون اخبار که اخبار به قول معروف سوخته است. همه آنچه که اتفاق افتاده رو مردم تجربه کردن، شنیدن، تحلیل ها، تفاصیل راجبش میدونن. پس اگر هم شما میخواهید یک خبر جدیدی رو منتشر بکنید از یک واقعی که در گذشته رخ داده باشه، باید حقایق و فکت های تازه به دست رسیده ای رو داشته باشید تا بتونید با یک فلشبک به گذشته آن چیزی رو که تازه به دست آوردید رو هم نشر بدید. در هر صورت پس بنابراین خانم شریف مقدم، این که شما گفتید همکاران من در روزنامه هم‌میهن و سردبیر اون روزنامه که گفت ما همکار شما نیستیم، نباید بهتون بر بخوره. دلیلش هم واضحه، شما دارید در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنید. این سازمان کارکرد رسانه‌ای خودش رو تا حد زیادی از دست داده و تبدیل شده به یک بنگاه عملیات روانی نارس. دلیل نارس بودنش هم اینه که دیگه اعتماد مخاطبین رو نداره و اون تأثیری که انتظار میره روی مخاطب داشته باشه دیگه در برنامه هایی که از طریق شبکه های مختلف سیما منتشر میشن و پخش میشن دیده نمیشه. پس بنابراین شما باید یک تفاوتی قائل بشید بین حوزه خبررسانی و بین حوزه‌ای که شما درش فعال هستین و عملا منعکس کردن سیاست‌های رسمی حکومتی است که بر مسند قدرت نشسته، پیاده کردن سیاست‌های رسانه‌ای مطابق با آن نگرشی است که امروزه داره حکومت میکنه. و الزاماً نگرشی که داره حکومت میکنه به معنی این نیست که داره مسیر درستی رو میره، عیناً داره حقایق رو بیان میکنه. شما که خانم شریف مقدم خیلی نگران این بودید که چرا مثلا روزنامه هم‌میهن یا یکی دو رسانه دیگه به سومین سالگرد در گذشته آقای قاسم سلیمانی نپرداختن، بهتر نبود راجب این موضوع هم در رسانه خودتون اظهار نظر بفرمایید که دلیل اینکه یک هفته مردم ایران با دروغ‌های پشت سر هم از شنیدن خبر اسقاط هواپیمای اوکراینی بی خبر بودن و همه تو سر و کله خودشون می‌زدن، خانواده‌ها خیلی‌هاشون نمی‌دونستن چه اتفاقی افتاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشور در همون بخش خبری شبکه‌ای که شما 2 روز پیش داشتید توش صحبت میکردید اومد و با کلی استدلال و برهان گفتش که این هواپیما با موشک ساقط نشده و به واسطه نقص فنی دوچار سانحه شده و همه اینها در شرایطی بود که ما کمتر از 2 روز بعد از این اظهار نظرها اخبار جدیدی رو میشنیدیم مبنی بر اینکه عکس‌های هوایی یا ماهواره‌ای یا سیگنال هایی که وجود داره مبنی بر این است که این هواپیما توسط موشک مورد اصابت قرار گرفته. وقتی همه اینها رو میذاریم کنار هم، همه آنچه که باید گفته میشد و گفته نشد، همه اون خبرهایی که خبر روز بود، اتفاقات روز بود، دغدغه های روز بود و از طریق تریبون صدا و سیما و از زبان شما و دوستان و همکاران شما بیان نشد، دیگه انتقاد شما رو نمیتونم واقعا توجیه بکنم یا موجه بدونم به این واسطه که خبری که 3 سال پیش رخ داده رو چرا فلان همکارتون در یک روزنامه منعکس و منتشر نکرده.
شما خبرهای روز رو سانسور میکنید، انتظار دارید خبری که 3 سال پیش رخ داده رو یک روزنامه یا یک رسانه مطبوعاتی بیاد منتشر بکنه، اون هم در حالی که کارکرد رسانه ها امروز به قدری پیچیده شده و رقابت های رسانه‌ای به قدری بالا گرفته که ما نمیتونیم یک روزنامه رو تبدیل بکنیم به دفترچه خاطرات. پس بنابراین اگر شما نقدی دارید خانم شریفی مقدم، باید این نکته رو حتما لحاظ بکنید که در وهله اول و در درجه اول این نقد رو به رسانه‌ای که دارید درش فعالیت میکنید بدونید و بعد بیایید به همکارانتون یا به اصطلاح همکارانتون در نشریات و رسانه های دیگر انتقاد وارد بکنید که چرا مثلا به یک موضوع یا سوژه پرداختن یا نپرداختن. این یه نکته. نکته بعد این که به هر حال میدونید که همسر خانم شریفی مقدم یعنی آقای عابدی از گزارشگران ورزشی شبکه خبر، ایشون دقیقاً در اواسط جریانات اعتراضی مردم که تو همین 2-3 ماه اخیر اتفاق افتاد، خداحافظی خودشون رو با سازمان صدا و سیما اعلام کردن به دلیل اینکه به هر حال احساس میکردن بهتره در یک همچین فضا و یک همچین رسانه‌ای فعالیت نداشته باشن. حالا اینکه به چه دلیلی بوده یا هر نکته دیگری، من فکر میکنم خودشون بعد بیان توضیح بدن، ولی به صورت یک تیتر کوتاه عنوان شد که عابدی از حضور در رسانه ملی خداحافظی کرد. خب اینا دیگه بحثایی است که میگم هر فردی که داره در یک سازمانی در یک نهادی فعالیت میکنه مطابق با سلایق و علایقش میتونه تصمیم بگیره که همکاریش رو ادامه بده یا نه. ولی حتما شما خانم شریفی مقدم دلیل اینکه همسرتون دیگه نخواستن ادامه بدن فعالیتشون رو در صدا و سیما رو بهتر از همه ما میدونید. در ادامه خبری که دیروز نقل محافل رسانه‌های مجازی به ویژه شده بود، دستگیری نواب ابراهیمی، یک سرآشپزی بود که ظاهراً یک رستوران هم داره. من یادمه قبل از اینکه به هر حال فضا اینستاگرام با این میزان از فیلتر و محدودیت اینترنت مواجه بشه، گهگداری آیتم های نواب ابراهیمی رو در فضای اینستاگرام میدیدم که داره دستور پخت مثلا یک غذای خاصی رو میده و در هیچ کدوم از اون فیلم ها و کلیپ هایی هم که از نواب ابراهیمی دیدم، نه شاخصه های سیاسی دیدم، نه اعتراض دیدم، نه نکته دیدم که ایشون بخواد فراتر از بحث آشپزی یا به نوعی مثلا توصیه های آشپزی که داره نکته دیگری رو بخواد وارد کرده باشه. همین یکی دو روز قبل که ایشون دستور پخت کتلتی رو منتشر کردن، خبر بازداشتش و انتقالش به زندان اوین همه رو شوکه و متعجب کرد. من میخوام با استناد و استفاده از قوانین جاری ایران این اتفاق رو مورد نقد قرار بده. مگر در اصل بر براءت نیست در قوانین ایران، چه در قوانین موضوعه چه در فقه امامیه، اصل بر براءت مگر خلافش ثابت بشه. خلافش چگونه ثابت میشه؟ خلافش زمانی ثابت میشه که شما دلیل و برهان بیارید، بیانیه‌ای بیارید مبنی بر این که مثلا آقای نواب ابراهیمی با سوء نیت خاصی یا حتی با سوء نیت عامی اومده دستور پخت یک غذای خاص رو داده که حالا اون غذا نسبت داده میشه به یک اتفاق امنیتی سیاسی یک شخصیت خاص. من همواره توهین، بی احترامی و ترور رو در هر شرایطی توسط هر کسی علیه هر فرد دیگه، هر جریان دیگه محکوم میکنم. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که آیا نواب ابراهیمی آمدانه، قاصدانه و از روی یک نیت، سوء نیت اومده این کار رو کرده؟ خب هر غذای دیگری هم ایشون اگر دستور پختش رو بارگذاری میکرد ممکن بود برای شما محل شبهه باشه. مگر بر اساس شبهه میان یه فرد رو دستگیر میکنن؟ مگر بر اساس شبهه این امکان وجود داره که شما شخصی رو بازداشت بکنید یا محکوم بکنید؟ شما تا زمانی که مستندات قانونی نداشته باشید که فردی رو نمیتونید به جرایم امنیتی، سیاسی، اقتصادی یا هر جرم دیگه محکوم بکنید یا مجازات بکنید.
بعد الان شما از یک نواب ابراهیمی آشپزی که اصلا نمیدونه سیاست چیه، شاید اصلا روحش هم خبر نداشته که چنین نسبت‌هایی در عالم سیاست یا در فضاهای دیگر وجود داره، چون اون بیشتر تایمش که در رستوران خودش به سر میبره، شاید یک تایمی هم بذاره برای ضبط برنامه و بازنشرش در فضای مجازی. و شما یه فرد عادی ساده غیر سیاسی که اصلا شاید ندونه سیاست یعنی چی، به واسطه یک دستور آشپزی اومدید بردید زندان اوین، حالا احتمالاً هم در یک بخش امنیتی اطلاعاتی دستگیر شده، بازداشت شده، نمیدونم داره چه اتفاقی هم براش میفته. حالا اون وقت این آدم اگه از اون فضا بیاد بیرون، همون نواب ابراهیمی قدیمیه؟ یا اینکه نه، میشه یه فعال سیاسی بالقوه یا بالفعل؟ شما دارید برای خودتون یعنی عملا مغترز تراشی میکنید. حداقل شما برای محکومیت یا برای بازداشت یک شخص، من در برنامه قبلی هم گفتم، شما 24 ساعت بیشتر نمیتونید یک فرد رو در بازداشت موقت قرار بدید. بعد تفهیم اتهام بشه، پروندهش باید بره دادسرا، باید مورد رسیدگی قرار بگیره. همین شکلی نیستش که. اینم نکته ایست که راجب این برنامه میخواستم، راجب این موضوع میخواستم با تو صحبت بکنم، که در هر صورت اتفاقاتی داره میفته که خیلی عجیب به نظر میرسه. یعنی به جای اینکه ما بیایم حداقل منبعث از متون حقوقی خودمون، قوانین موضوع خودمون، حتی اصول فقهی که جاری شده در قوانین جمهوری اسلامی، به ویژه در قوانین جزایی و کیفری و در بحث مجازات ها، به جای اتکا به اون مسائل شما آمدین و به شکل دیگری دارین قضاوت میکنین. همون گونه که اعتماد مردم از رسانه رو از بین بردیم، به همون شکل دارید آسیب میزنید به حیثیت و اعتبار و اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا. اون وقت حکایت میشه سریال بیگناه که داره در شبکه نمایش خانگی منتشر میشه و عملا یک، میتونم بگم که اجازه بدید من اینو فقط بعد، عملا این سریال نمادی از قیصر نوینیست در فضای فعلی جامعه. یعنی پدری که به دخترش تجاوز شده و دخترش کشته شده، به پلیس رجوع میکنه، ولی از یک مرحله به بعد احساس میکنه که خودش باید بره حق اون مجرم رو، حق اون متجاوز رو کف دستش بذاره. دیگه اعتمادش نسبت به پیگیری های قوه قضاییه یا نیروی انتظامی رو از دست میده و مستقیما وارد عمل میشه و سعی میکنه سزای عمل اون فرد رو، اون جانی رو هم بهش بده. این نگاه داره در جامعه ایران شکل میگیره نسبت به آنچه که داره در قالب مسائل امنیتی، اجتماعی، سیاسی، بازداشت ها، دستگیری ها و و رخ میده. با حیثیت دستگاه قضا اینگونه بازی نکنید. اعتبار قانون در ایران رو، همون قانونی که الان هست، من کاری به این ندارم قانون درسته، قانون غلطه، قانون کمبود داره، همه چیزش اوکی، من اصلا نمیخوام اینجا وارد تحلیل و تفسیر مواد قانونی بشن. به نظرم بزرگان عالم حقوق از این صلاحیت برخوردارن که بخوان بیان حالا مواد قانونی رو جز به جز نقد بکنن. ولی شما دارید حتی اعتبار رو از نهادهای خودتون هم سلب میکنید با اقدامات عجولانه، بیخردانه و عجیبی که رخ میده. شما بالاخره باید بتونید پس فردا روز پاسخگوی این باشید که آقای نواب ابراهیمی چرا دستگیر شده. یک ماده قانونی بیارید که بر مبنای اون ماده قانونی ایشون رو دستگیر کردید.
این نکته رو هم دلم میخواست راجبش با تو صحبت بکنم حتما. ولی نکته مهمتر بحث دکلمه جدید آقای داریوشه. به هر حال داریوش رو همه ما میشناسیم، با بسیاری از ترانه های داریوش خاطره داریم، خیلی از ما حداقل در دوره از زندگیمون یک داریوشی اصیل بودیم و من که به هر حال ترانه های داریوش رو همیشه دوست داشتم و جزو پلیلیست های من بوده و هست و یه لحظه من فقط این رو روشن کنم، بوده و هست و خواهد بود. اما آقای داریوش، داریوش گرامی، هنرمند برجسته و توانمند کشورمون، شما جزو آن دسته از خوانندگانی بودین که در کنار تولید آثارتون دغدغه هم دیده شده، از یک ایدئولوژی خاص هم پیروی کردین. هرچند که بسیاری از منتقدین شما معتقدن در دوران قبل از انقلاب شما فرد سیاسی به مفهوم عمومی قضیه نبودید، یعنی یک فردی بودید که حالا ترانه هایی رو میخوندید، دوستانی داشتید که مثل آقای ایرج جنتی، مثل آقای اردلان سرفراز، آقای شهریار قنبری، بعضن اینها ترانه سراهایی بودن که ترانه های سیاسی می نوشتن، دغدغه های پررنگ سیاسی داشتن نسبت به مسائل مختلف و شما مجری اون ترانه ها بودید. بنابراین خیلی ها کردیت یا حتی میشه گفتش که اون نقدی که به لحاظ سیاسی بودن آثار شما قائل هستن رو بیشتر معطوف و متوقف بر آهنگسازها و ترانه سراهای شما میدونن تا خود شما. یعنی حتی از یک مرحله‌ای به بعد ممکنه معتقد بودن که اصلا داریوش سواد سیاسی نداره، یا اگر شعور و آگاهی و درک سیاسی در زمان قبل از انقلاب داشت این ترانه ها رو اجرا نمی کرد و جوانان زیادی رو متأثر از اون فضای هنری خاص خودش نمی کرد که بعد به هر حال تأثیر و تأثیراتش باعث شد که مثلا خیلی ها وارد فاز مخالفت و اعتراضات خیابانی و چنین و چنان بشه، که الان اصلا یک بحث مستقلی است که میشه بعداً راجبش حرف زد. اما آقای داریوش، حداقل به گفته خودتون بعد از اولین زندانی که رفتیم، که گفتیم بعد از اولین زندان تازه متوجه شدیم که چه خبره، چی داره میگذره، اصلا سیاست چیه، و اونجا تازه شما به عنوان یک هنرمند دغدغه سیاسی هم پیدا کردید. یا بیاییم به سالهای بعد از انقلاب که به هر حال مهاجرت اجباری شما که میشه گفت در قالب یک تبعید او رو مورد تفسیر قرار داد، باعث شد اون ذهنیت سیاسی شما با یک بلوغ و یک تجربه قربت نشینی هم همراه بشه و نهایتا آثار شما رو به یک پختگی رسوند، که ما به هر حال بخشی از اون پختگی رو در ترانه اشتراکی شما و آقای ابی نون و پنیر و سبزی میتونیم ببینیم و حس بکنیم. و البته همواره شما به عنوان یک هنرمند معترض در سالها و ادوار مختلف آثاری رو منتشر کردین، خیلی از اون آثار ملکه ذهن ماست و باشون در اون مقاطع خاص خاطره هم داریم. به این واسطه من برای شما ارزش و اعتبار و احترام خاصی قائل هستم. اما آقای داریوش عزیز، شما نمیتونید ضد ارزش هایی که خودتون تبیین کردین، تعریف کردین، تبدیل به آواز و ترانه و دکلمه کردین امروز بیایید عمل بکنید. من میتونم شما رو درک بکنم. از یک دوره به بعد، به ویژه بعد از دهه 90، ما شاهد این بودیم که تعدادی برنامه ساز اومدن و داریوش رو مورد اعتراض و انتقاد شدید قرار دادن. بعضی از اون برنامه سازها اتفاقا خودشون رو آدمهای سیاسی سلطنت طلب بسیار اپوزیسیون محور میدیدن و از این دریچه اتفاقا داریوش رو مورد نقد قرار میدادن. یکی از اونها آقای امید دانا بود که به هر حال شاید خیلی از شما ایشون رو بشناسید. شاید اولین برنامه‌ای که امید دانا یا یکی از اولین برنامه‌هایی که تولید کرد اشاره به آثار، زندگی و فعالیت‌های هنری داریوش داشت. به شدت داریوش رو مورد انتقاد قرار داد به واسطه آثاری که در دوران پیش از انقلاب خلق کرد یا به نوعی میشه گفت اجرا کرده بود. او رو وصف کرد به حزب توده و نمیدونم مارکسیست های اسلامی و انقلابیون سال 57 و اینها، و از این دریچه وارد شد و تا میتونست داریوش رو مورد نقد قرار داد.
آرام آرام افراد دیگری هم سر برآوردند و در قالب این که ما سلطنت طلب هستیم، ما مخالف انقلاب 57 بودیم و چنین و چنان، اومدن از این حربه استفاده کردن تا داریوش رو بکوبن. و خود داریوش بعد از مدتی احساس کرد که یک جو عمومی، یک جو اجتماعی حداقل در بین ایرانی‌های خارج از کشور علیه شکل گرفته که انگار ایشون مسبب انقلاب بوده. به همین دلیل به واسطه هوشمندی و اون میتونم بگم که درایتی که همواره داریوش ازش برخوردار بوده که بخش زیادیش هم به نظرم ذاتی هست، داریوش اومد یک تغییر فاز داد. یعنی میبینیم که داریوشی که شبکه من و تو باش مصاحبه نمیکنه، یا شاید او دوست نداره با شبکه من و تو مصاحبه بکنه، برخلاف این که میبینیم همه هنرمندان یا حداقل هنرمندای تراز اول همشون با شبکه من و تو مصاحبه داشتن در دوره ای، میاد و با شبکه ایران اینترنشنال تن به گفتگو میده و حتی جدیدترین آثارش رو از طریق شبکه ایران اینترنشنال برای اولین بار منعکس میکنه. داریوشی که در اون موزیک ویدیو فکر میکنم سال 1373-74 که در لس آنجلس منتشر کرد که در یک کلاس درس بود و از ایران رو تشبیه کرد به یک گربه زیبا، پرچمی که توی اون موزیک ویدیو میبینید آرم شیر و خورشید درش وجود نداره، یعنی فقط پرچم سرنگ سبز و سفید و قرمزه. این اشاره داشت به اینکه داریوش در اون زمان تصور میکرد آرم شیر و خورشید یک نماد ملی و ایرانی نیست، یک نماد سلطنتی است که حالا مخصوص سلطنت پهلوی بوده و امروز روز حالا با افزایش اطلاعات و آگاهی‌هایی که ما نسبت به تاریخ خودمون پیدا کردیم بعضن، که من معتقدم خیلی این اطلاعات نصف و نیمه هم هستن، چنان متوجه شدیم نه آقا از دوران خیلی پیش از حتی سلسله قاجار هم ما آرم شیر خورشید رو در پهنه پرچم کشورمون داشتیم و می‌دیدیم. حالا کاری به اون موضوع ندارم. آقای داریوش در دکلمه که در اون سال میکنه یک اشاراتی داره که به نظرم اشارات دقیق و درستی است. اون کاغذ الان اجازه بدید من کاغذ رو فقط بیارم چون میخوام دقیق از رو بگم دکلمه رو یه موقع اشتباه نگفته باشم. در فرازی از اون دکلمه ایشون عنوان میکنن که بچه ها از هر گروه و هر نژاد دستن در دست هم باید نهاد. خب آقای داریوش عزیز خیلی قشنگه این، یعنی میگه که به هر حال ایران از قومیت های مختلفی، حتی از نژاد های مختلفی برآمده که همه این قومیت ها در پهنه جغرافیای ایران زندگی مسالمت آمیزی رو دارن و اتحاد و همبستگی این قومیت ها و نژاد ها و زبان های مختلفه که یک فرهنگ ایرانی یک پارچه برای ما به ارمغان آورده. این در حالی است که ایشون در دکلمه اخیرشون که ای آزادی هم نام داره یا ای آزادی، میگن که در فرازی از اون دکلمه میگن که با شادی بیا، با چادر سیاه و تحجر و ریش نیا، با موسیقی و رنگ بیا. ما باید بپذیریم دوستان عزیز بافت فرهنگی ما یک بافت متکثره. در ایران امروز و ایران دیروز و حتی ایران فردا نحله‌های فکری مختلف، باورها و عقاید مختلف حق زندگی کردن دارن. پوشش های متنوع و گوناگون، گویش های مختلف باید بتونن آزادانه زندگی بکنن. اگر ما امروزه داریم از آزادی صحبت میکنیم و در متن دکلمه‌مون این گونه است که با چادر سیاه و تحجر و ریش نیا، یعنی داریم یک پوشش رسمی رو که بخشی از جامعه ایران، حالا بخش اندکی هستن، اکثریت جامعه، من کاری ندارم، به اون یه قشری از جامعه ایران افراد مذهبی هستن،
و این قش شاید یک خانومی که این باور مذهبی رو داره شاید ترجیح و تشخیصش این باشه که با چادر سیاه در فضای عمومی حاضر بشه، اصولا فرد پوشیده ای باشه. وقتی ما در متن دکلممون داریم به یک همچین نکاتی اشاره میکنیم و بعد آخرش میگیم هممون باید همبسته باشیم، هممون متحد باشیم، خودمون داریم خودمون رو نقض میکنیم. واژه ها، اشعار، ابیات بار معنایی دارن. ما که نمیتونیم هر واژه‌ای رو هر موقع دلمون بخواد ازش استفاده بکنیم. در جامعه ایران آزاد آینده اگر ما داریم راجع به آزادی صحبت میکنیم، باید یک مادر بتونه چادر سرش بکنه، فرزندش بتونه بی‌حجاب باشه، مردش بتونه ریش بذاره، ریششو بزنه، مثل من ریش پروفسوری داشته باشه یا هر مدل دیگری. وقتی ما میایم چادر سیاه، ریش و تحجر رو در یک طبقه بندی قرار میدیم، یعنی داریم برچسب میزنیم به انسانها. یعنی ریش و چادر نمادی از تحجره. ممکنه از نگاه برخی اینگونه باشه، ولی اگر ما داریم راجع به آزادی صحبت میکنیم، آزادی یعنی اون فرد متحجر هم حق این رو داره که با پوشش خودش بیاد توی خیابون حاضر بشه، ظاهر بشه. شمای متجددم با اون فرم پوششی مورد نظر خودت بیا در خیابون ظاهر شو. به ویژه عزیزانی که در اروپا و آمریکا زندگی میکنن میدونن که حتی عقاید رادیکالیستی همچنان با وجود اینکه در اقلیت مطلق قرار دارن، ولی امکان اینکه بیان در جامعه و حرفشون رو بزنن رو دارن. در آلمان علارغم اینکه نازی‌ها از یک اقلیت مطلقی برخوردارن و شاید اصولا حزب نازیسم تا اندازه زیادی منفور هم باشه از دیدگاه عموم مردم اون کشور، اما بالاخره پایگاهش رو داره، زورش رو نداره، قدرتش در همون اندازه محدودی است که داره ازش استفاده میکنه. مردم بهش این مجال رو نه به دلیل اینکه بخواد برای اونها محدودیت ایجاد بکنن. اکثریت مردم مدل دیگری رو میپسندن و یک مدل سیاسی دیگری رو هم آوردن و بر مسند قدرت نشوندن. اما نازی ها هم میتونن فعالیت خودشون رو داشته باشن، هرچند محدود، هرچند با اون تعداد کمی که الان طرفدار دارن. این یه نکته است که من واقعا نسبت به آقای داریوش و اون هوش و فراستی که از ایشون سراغ دارم، انتظار دارم نسبت به متنی که دارن قرائت میکنن توجه بیشتری رو نشون بدن. در نقطه دیگری تقریبا در اوایل دکلمه‌شون اشاره دارن که آزادی در قالب پیرمردی سیاه پوش با ریش سفید و عبای سیاه با لهجه غریب و فرهنگ عرب و چشمان سرد نیا. وقتی که من دکلمه سال 1374شون رو براتون خوندم که بچه ها از هر گروه ها هر نژاد دستن در دست هم باید نهاد، وقتی میگیم فرهنگ عرب یعنی داریم یک قومیتی که این قومیت اتفاقا در یکی از مهمترین بخش های جغرافیای ایران زندگی میکنه و بخش تفکیک ناپذیر و لاینفکی از خاک ایران هست رو انگار جدا میکنیم از مابقی فرهنگ کشورمون. فرهنگ ما یک ظرفیست که همه اقوام، همه گروه ها، همه گویش ها اومدن به اندازه خودشون در اون فرهنگ ملی سهیم شدن. پس فرهنگ عرب فکر نمی کنم واژه درستی در یک شعر باشه، اون هم در شرایطی که بخش های زیادی از استان خوزستان در کشور ما توسط هموطنان عرب زبانمون در اصل زندگی درش جریان پیدا میکنه. حالا ایشون بعدن آمدن یک عذرخواهی کردن، یعنی در یک پستی اومدن اشاره کردن که آقا من عذرخواهی میکنم، ظاهرا منظور من در این شعر درست منعکس نشده، یا خیلی ها نقد هایی رو وارد کردن که از این بابت میخوام که عذرخواهی خودم رو اعلام بکنم که این
اتفاق مثبتی است آقای داریوش که شما پذیرفتی که یک جای کارت نقد بهش وارد بوده و حالا اومدی عذرخواهی کردی. اما یه نکته رو باید در نظر داشته باشیم، پیام، هر هنری یک پیامی داره و پیام چیزیه که در ذهن مخاطب خلق میشه، نه در ذهن هنرمند، نه در ذهن کسی که بخواد پیام رو منتقل بکنه. لاسفل در سال 1948، یعنی در سالهای ابتدایی بعد از جنگ جهانی دوم و در دورانی که به هر حال تأثیر و کارکرد رسانه‌ها به یک بلوغی رسیده بود و جمعیت بیشتری از مردم کره زمین امکان دسترسی به رسانه‌های مثل تلویزیون یا رادیو رو پیدا کرده بودند، یک مدل ارتباطی خیلی ساده، روون و جالبی رو ارائه می‌کنه. این مدل ارتباطی لاسفل شامل فرستنده، پیام یا محتوا، پیام که نه، محتوا، گیرنده اون محتوا و نتیجه گیری اون گیرنده از محتوایی که بهش منتقل شده است، که اون نتیجه گیری گیرنده از اون محتوا میشه پیام و در قالب بازخوردها و تعاملات اجتماعی و رسانه‌ای هم نمود پیدا میکنه. بنابراین وقتی که شما یک هنری رو خلق میکنید، مردم عذرخواهی شما رو نمیشنوند، مردم برداشتشون از اون ترانه، از اون بیت، از اون فیلم، از اون سریال رو میگیرن و این برداشت مردم هستش که پیام اون هنر رو خلق کرده. مثل خیلی از ترانه هایی که در دوران قبل از انقلاب ساخته شد، خیلی ها میگفتن آقا منظور ما این بوده که این ترانه عاشقانه است، ولی تفسیر مردم از اون ترانه خاص تفسیر عاشقانه ای نبوده، یک تفسیر سیاسی بوده، یک پیام سیاسی از اون ترانه دریافت کردن. حالا خواننده اون ترانه بیاد بگه که آقا به خدا من اینو برای ایکس نگفتم، برای ایگرک گفتم، به خدا هدف این ترانه سیاسی نبوده، مثلا هنری و عاشقانه و فرهنگی و چی بوده. برداشت میلیون ها ایرانی مهمه، برداشت مردم جهان از شنیدن، دیدن، خواندن یک اثر هنری مهمه. و نکاتی که به هر حال در این شعری که آقای داریوش دکلمه کردن با عنوان آی آزادی برای من خیلی بولد شده بود، دلم میخواست راجع به این موضوع هم باهاتون چند کلامی رو صحبت بکنم. در هر صورت ما توقع و انتظارمون از بزرگان هنرمون خیلی بیش از این هاست، ما باید خیلی حواسمون رو جمع بکنیم و بزرگان هنریمون هم باید خیلی مراقب باشن، چون افرادی که از گروه ها و دسته ها و رسته های مختلف میان بهشون نزدیک میشن، از رسانه های گوناگون میان چنگ میندازن روی این عزیزان، خیلی هاشون مطامع و منافع سیاسی و گروهی و حزبیشون خیلی ارجحیت داره براشون تا حفظ شأنیت یک هنرمند. ما هنرمندانمون رو یک سال و دو سال و شیش ماه به دست نیاوردیم، اینها از گذر سالها سال خاطره سازی و هنر پردازی برای مردمشون به این جایگاه فعلی رسیدن و بهتره که اونها رو و جایگاهشون رو سعی بکنیم حفظ بکنیم و البته زمانی هم که نقدی به کارشون وارد هست با بیان اون نقد سعی بکنیم یک فضایی رو برای اصلاح امور ایجاد بکنیم. در هر صورت خیلی خوشحال شدم از این که در این تایمی که حدودا 38 دقیقه یا 39 دقیقه ازش میگذره در خدمتتون بودم. عزیزانی که مایل هستن حمایت بکنن از برنامه‌ها و کانال من، میتونن از طریق جوین شدن در کانال یا از طریق سوپر تانکس در همین بخش کامنت ها، در زیر کامنت در کنار گزینه استیکر یک علامت مستطیل شکلی است که یک اس دلار وسطش نقش بسته، روی اون که کلیک بکنید میتونید، فقط من اینو خاموش بکنم، روی اون که کلیک بکنید میتونید سوپر تانکس خودتون رو خریداری بکنید و بخشی از اون مبلغ به حساب من ریخته میشه. بیش از این وقتتون رو نمیگیرم، خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، خدا نگهدار تک تکتون.